بسم الله الرحمن الرحیم. باز مضمون کیمیای عضوی در هفته پنجم درس اول قرار داره. عنوان درس ما کاربردهای گاز ایتیلینه. اهدافی که در درس دنبال میکنیم درک و مفاهیم کاربردهای صنعتی در گاز ایتیلین در تولید پلاستیک بابه و همچنین کاربردهای تجاری این گاز در عملآوری محصولات زراعتی و تفاوت گازهای LPG و CNG و کاربرد آنهای که در این درس ما شما میخوانیم و به اونا میپردازیم انشاءالله تعالی. عناوین درس ما کاربردهای گاز ایتیلین، شیوه استفاده از گاز ایتیلین در صرفخانه های میوه، گاز مایع یا LPG و گاز فشرده یا CNG. کاربردهای گاز ایتیلین رو به شکل عددوار آوردیم. شماره اول، استفاده از گاز ایتیلین به عنوان ماده اولیه بسیار مهم در صنعت جهت تولید بسیاری از مرکبات عضوی. دوم، استفاده از گاز ایتیلین در صنعت پلاستیک، یعنی تولید پلی ایتیلین که یک پلاستیک بسیار مهم، پلیمیر بسیار مهمه به روش پلیمیرایزیشن ایتیلین. استفاده از ایتیلین جهت تعامل با بنزین و تولید ایتایل بنزین که ماده اصلی پلیستره. استفاده از ایتیلین به عنوان یک هورمون نباتی در صنعت کشاورزی و زراعت جهت رسیدن میوه ها، باز شدن شکوفا و گل ها، ریزش برگ ها در فصل بهاره. این اهداف در این سلاید ما و شما دنبال میکنیم. ابتدا پلیمرایزیشن گاز ایتیلین میبینیم که ما اگر مولکول ایتیلین داریم، اولین مرکب خانواده الکین های که غیر مشبه داره رابطه اشتراکی دوگانه، اگه این مولکول ایتیلین داشته باشیم میتونیم این مولکول پلی ایتیلین به دست که یک مولکول از اون اگه در نظر بگیریم به این صورت زنجیر از اون باز میشه و از پیوستن مولکول های مختلف ایتیلین میتونه زنجیر مستقیم به نام پلیمیر ایتیلین به دست بگیره به نام پلی ایتیلین. خب در قسمت پایین هم تتروفلورو ایتین میبینیم که در اثر پلیمرایزیشن ماده تفلون میسازه و در این قسمت در تصویر هم میبینیم که بوتل های پلاستیکی از پلیمر ایتیلین حاصل شده. انواع مختلف مواد محصولی پلاستیکیه که از پلی ایتیلین ساخته میشه. عملی دیگه ای که مرکب دیگه ای که در یا پلیمر دیگه ای که در اثر پلیمرایزیشن ایتیلین به دست میه پلیوینایل کلورایده که مخفف از اون پی وی سیه. کلمه پی وی سی ما و شما خیلی زیاد در مسائل روزمره میشنویم، خصوصا در تبلیغات تلویزیونی که دیده میشه پنجره های پی وی سیه که از این ماده در تولید پنجره هم استفاده میشه. خب خود پلیوینایل کلوراید یا پی وی سی یک پلیمر مصنوعیه که از سنتز چندین مولکول وینایل کلوراید یا کلورایترین به دست میایه. در مرحله اول وینایل کلوراید از تعامل ایتیلین با کلورین به دست می آورن و بعد هم مرکب پلی وینایل کلوراید یا پی وی سی حاصل میشه. این پلیمر برای اهداف مختلف در زندگی روزمره مانند ساختن کلکین ها، فرش نمودن اتاق ها، لباس های بارانی و پایپ های پلاستیکی، چرم های مصنوعی و غیر مورد استعمال قرار می گیرد. به این قسمت ما عملی پلیمرایزیشن و به دست آوردن پی وی سی داریم. اولی می بینیم که گاز ایتیلین داریم به این قسمت CH2 که گاز ایتیلین یا گاز ایتین در اثر کتلیست می تونه که اتم های کاربن به رزو اضافه شه که در ابتدا مرکب وینایل کلوراید به دست میاد در این قسمت
بعض رو وینایل کلوراید که به دست آمده به یک ایل به یک قسمت جا گذاشتن، قسمت هم یک هایدروژنه، یک ایل به یک قسمت ما جا گذاشتن در معادله بالا. یک کلورین داریم، نه سی ایل سمبولینه، سمبول یک ایل کم داره. خب ما اگر این مالیکول کلوروئیتین یا وینایل کلوراید داشته باشیم، به اثر پولیمرایزیشن پی وی سی یا پولی وینایل کلوراید به دست میاریم که این معادله اینه. در این معادله در این تصویر بغلم انواع مواد مختلفی که از پی وی سی به دست آمده و نمایش گذاشته، اصلا شلنگای آب از پی وی سی ساخته شده، سامانالات دیگه که مثلا در ساخت آب که از چوالا میکشن کفکش ها استفاده میشه از پی وی سی دیگه، در ساختن کلکین ها میتونیم از پولی وینایل کلوراید یا پی وی سی ما استفاده کنیم. خب کاربردهای گاز ایتلین عنوان اصلی مانه و عنوان فرعی ما آموزش استفاده از گاز ایتلین برای عملآوری میوه در سردخانه های. خب در این قسمت ما داریم که برای جلوگیری از خراب شدن میوه های مانند سیب، گلابی، کیله، بادنجان رومی، کیوی، خرمالو و بعضی از میوه های دیگه در حمل و نقل یا انبار آنها کمی نارس میچینن، خب پخته و نمیرسه اونا رو میچینن، قبل از وارد کردن به بازار تحت تأثیر ایتلین قرار میدن تا رسیده شود. ادامه دارم میخوانم، باز یک توجیه کوتاه میدم. در حقیقت گاز ایتلین در پوست میوه ها به مقدار بسیار کم وجود دارد و در مدت طولانی باعث رسیدن میوه ها میشود، ولی گاهی جوامع صنعتی نیاز به این دارند که تا با استفاده از گاز مصنوعی عمل رسیدن میوه ها را سرعت بخشند. امروزه استفاده از گاز ایتلین در سردخانه های میوه امری متداول است. به دلیل حساس بودن این موضوع باغداران و انبارداران باید به صورت دقیق و به شیوه صحیح از گاز ایتلین استفاده کنند، در غیر این صورت عواقب خوبی نخواهد داشت. ببینید ما و شما کشوریم که اکثر مواد ما وارداتیه، اما در قسمت زراعت میوه های خیلی خوبی داریم در کشور خود. خوب مثلا ما کیله اکثرا وارد میکنه از کشورهای دیگه، کیوی وارد میکنه از کشورهای دیگه، اینا یا مثلا صادر میکنیم بعضی از میوه ها، مثلا انگور ما صادر میکنیم از کشور خود یه جا و بعضی از میوه های دیگه، یا بادنجان رومی مثلا از بقیه جاها خواسته باشم بیارم به هرات یا از هرات ببرم به بقیه جاها، اگر اینا رو به شکل پخته بیاین بچینن، به شکل پخته از او انتقال از این بسیار سخته، چون با اندک تکون خوردن یا ضربه خوردن از هم میپاشه و خراب میشه. به خاطری که خراب نشه، میوه سالم بمونه، از نظر فیزیولوژی خب هر وقت تو به اندازه کامل رسید و اندازه کامل خود گرفت که ما میگیم که از نظر فیزیولوژی یعنی ساختمان خب میوه استاندارد گرفت، اون میچینن، سبز میچینن، نارس یک کمی نارس میچینن، چون مقاومت از در مقابل ضربه خوردن و حرارت و اینا کمی بیشتره. اما وقتی که انتقال دادن به جای دیگه، نظر به نیاز خو اگر بازار داشت مقدار گاز ایتلین بر از بیشتر تحت تأثیر بیشتر گاز ایتلین قرار میدن و میوه مقدار زیادتر و زودتر میرسه وارد بازار میشه و مردم از استفاده میکنن، و اگر دیدن که بازار کم داره، کم کم به سردخانه هست و به مقدار کم این میوه به بازار عرضه میکنن تا مردم مورد استفاده قرار بدن، و حتی این کار هم میتونن از با استفاده از گاز ایتلین این کار هم بکنن که در هر فصل سال این میوه ها داشته باشه، در هر فصل سال این میوه ها داشته باشه، گاز ایتلین این ای
کاربرد خیلی خوبه در صنعت کشاورزی و اقتصاد یک کشور داره. و ما و شما که زراعت میخوانیم، استفاده از گاز طبیعی برای ما و شما خیلی اهمیت داره. انشالله که ما و شما در کشور اگر سردخانه های بزرگی داشته باشیم، میتونه خیلی به داشتن میوه های تازه، داشتن میوه های خوب کمک کنه. به این گاز طبیعی ما استفاده میکنیم. نکته جالبی هم اینه که در کیفیت ما تاثیر نمیکنه. چی شما به شکل طبیعی بدین میوه بچینه استفاده کنین، به چی گاز طبیعی، گاز ایتلینه، با استفاده از گاز ایتلین اونا رو عمل آوری کنین یا اونا برسن، فرق در کیفیت از اینا ایجاد نمیکنه. این نکته خیلی خوب هم داره. خب حالا ما اگر خواستیم از گاز ایتلین در سردخانه استفاده کنیم، به چه صورت باید استفاده کنیم؟ استفاده از گاز ایتلین در هر میوه‌ای که ما و شما میچینیم متفاوته. بیشتر برای کسایی که باغ دارن یا انبار دارن باید بفهمن که روش و میزان استفاده دقیق از گاز ایتلین برای هر میوه چی مقداره. مثلا برای میوه‌های مختلف مقدارهای مختلف در حرارت‌های مختلف در انبار انتشار داده میشه که میوه برسه. اگر مقدار از این گازی که انتشار داده میشه کم و زیاد شه، باعث تخریب میده یا فرسودگی میده و خرابی میده میشه که ضررهای اقتصادی میتونه برای انباردار و باغدار برسونه. در این قسمت جدولی داریم که بعضی از مشخصات و اطلاعات در مورد اضافه کردن گاز میتونیم در زمان و در حرارت مناسب برای هر میوه ذکر کرده. نوع میوه مثلا کیله و بادنجان رومی و کیوی و خرمالو را آوردیم، چهار نوع میوه. مقدار گاز ایتلین پی پی ام بر اساس پی پی ام یعنی پارت پر میلیون، یعنی قسمت در هزار، مقدار خیلی کمه از اون داره. و مدت زمان مورد نیاز به ساعت در نظر گرفته شده و درجه حرارت مناسب هم به سانتیگراد در نظر گرفته شده. به طور مثال ما اگه خواسته باشیم کیله نارس توسط ایتلین عمل آوری کنیم چیکار میکنیم؟ کیله ها در انبار 10 پی پی ام گاز ایتلین رو از اونها انتشار میدیم، در مدت ساعت 24 ساعت، در 24 ساعت کیله میرسونه در درجه حرارت 15 تا 21 درجه سانتیگراد. این مقدارهایی که در اینجا، فاکتورهایی که در اینجا ذکر شده، چون تجربی اینا به دست آمده هیچ نباید تغییر کنه. مثلا 24 ساعت نشه 36 ساعت، تاثیر منفی بر روی عمل آوری کله داره. و همچنین مواد دیگه مثلا بادنجان رومی 10 پی پی ام گاز ایتلین نیاز داره در 24 ساعت در درجه حرارت 13 تا 22 درجه سانتیگراد. و همچنین کیوی و خرمالو هم 10 پی پی ام از گاز ایتلین نیاز داره در 24 ساعت از 18 تا 21 درجه سانتیگراد، درجه حرارت هم باید فیت شه تا ما میوه ها به طور طبیعی از او، یعنی مشابه به طبیعی میوه های رسیده تأثیر گاز ایتلین داشته باشه. به یک قسمت تصویر هم میبینیم گاز ایتلین رابطه دوگانه داره، دی کاربون چهار هیدروژن در اطراف بادنجان رومی و لیمو و خیار و سیر و بعضی دیگه از مواد میتونن توسط گاز ایتلین عمل آوری کنن یا اونا برسونن در زمانهای مناسبی که بازار اقتضا میکنن. خب در این قسمت هم بعضی از نکات مهم جهت استفاده از گاز ایتلین در سردخانه های میوه گفته شده. 7 مورد، این 7 مورد حتما باید مد نظر ما و شما باشه. انبار نگهداری میوه باید عایق حرارتی داشته باشد تا بتواند درجه حرارت در آن کنترل شود. وقتی ما میگیم از 18 تا 24 ساعت، خب باید ایزوله باشه یا محیطی که ما میوه ها در اونجا نگهداری میکنیم عایق باشه، هیچ حرارتی بیرون یا داخل نشه تا بتونیم درجه حرارت ما کنترل کنیم. انبار نگهداری میوه باید کاملا بسته و غیر قابل نفوذ باشد، به خصوص برای میوه های همچون کیله. یعنی تقریبا مشابه به اینکه بالای انباری که ما و شما داریم از رفت آمدهای بیجا
در وابسته شدن اینا جلوگیری بشه تا عمل آوری به طور کامل و خوب از انجام بشه. سوم، انبار باید در برابر سرما نیز دارای سیستم گرمایش مناسب باشه، سیستم گرمایشی و سرمایشی فعالی داشته باشه. جریان حرارت سردخانه بهتر از ثابت باشد، زیرا باعث عمل آوری بهتر میوه با گاز نیتر میگردن. خب درجه حرارت وقتی ما تنظیم میکنیم به 18 درجه سانتیگرید، پای 18 درجه سانتیگرید باید طوری در نظر بگیریم که همین 18 ثابت بمونه، یا تا 24 از در همین محدوده 18 تا 24 که ذکر شده بره میوه مثلا خرمالو اینا یا کیوی از این درجه حرارت تغییر نکنه، مثلا نگیف نه بیه به 10 درجه سانتیگرید یا از 24 درجه سانتیگرید بیشتر نشه. همون درجه حرارتی که قبلا در استاندارده که در عمل آوری گاز ایتنین استفاده میشه همون استاندارد باید مد نظر گرفته بشه. پنجم، درجه حرارت سردخانه و انبار میوه باید مناسب باشه و در درجه حرارت زیر 10 درجه سانتیگرید به اغلب میوه ها صدمه میزنن، زیر 10 درجه سانتیگرید و در دمای پایین 5 درجه برخی میوه ها با تولید چند برابر گاز میتنین باعث تخریب خود و دیگر میوه ها میشه. خب اکثرا میگن عمل آوری میوه ها توسط گاز ایتنین باید بالاتر از 10 درجه سانتیگرید باشه، پایین تر از 10 درجه باشه صدمه زدن یا لکه برداشتن میوه ها میشه. اگر از 5 درجه سانتیگرید بازم پایین تر بیه، خب چون گاز ایتنینی که در پوست میوه ها اساسا تمام میوه ها در پوست خوب مقدار گاز ایتلین دارند، اینا چندین برابر میتونن از خود ترشح کنن و در نتیجه باعث صدمه با خود خوب و میوه های همجوار از اون میشن. برای از بین بردن، ششم، برای از بین بردن گاز ایتلین در انبار میتونن از پتاسیم پرمنگنت از بین برد. اگه مقدار گاز ایتلین خیلی زیاد شد میتونن از پتاسیم پرمنگنت برای کاهش از اون استفاده کنن. هفتم، به دلیل تصفیه در زمان عمل آوری میوه با گاز ایتلین بهتر از فقط در زمان ارائه میوه به بازار گاز ایتلین برای از استفاده شد، یعنی نظر به اقتضای بازار ما میوه به گاز ایتلین به میوه اضافه میکنه تا میوه برسه. بخونم، اگر ما و شما به یخچال هم میتونیم از این روش استفاده کنیم. میوه هایی که میخریم بعضی وقتا مثلا ناک اکثرا که ما میخریم از بازار به شکل نارسه، میتونیم اینا داخل یک سبد بگذاریم، یک میوه مثل سیب که گاز ایتلین خوب رسیده باشه، گاز ایتلین از خوب ترشح کنه، بین از این میوه های نارس بگذاره، با انتشار گاز ایتلینی که از این میوه ساطع میشه میتونه میوه های همجوار از اون هم برسه. اگه کار داخل یک پلاستیکی که عایق باشه انجام بدیم و داخل یخچال بگذاریم، این عمل آوری که در یخچال ها انجام میدیم تصدیق پیدا میکنه و میوه ها زودتر میتونن برسن. خب این هم نقطه دیگه بود که از گاز ایتلین و عمل آوری میوه ها در سردخانه ها و انبار ها گفته شد. خب دو تا اصطلاحی داریم در میان گاز ها، یک اینکه گاز مایع به نام LPG یاد میکنیم که به انگلیسی رو میگن Liquid Petroleum Gas. این گاز LPG یا گاز مایع چیه؟ از دو گاز هایدروکاربونی بیوتان و پروپان ساخته شده گاز LPG. بیوتان و پروپان یعنی سه کاربن و چهار کاربن، هر دو تا مشکویان در حالات مایع نگه داشته میشن که به نام LPG میگن. معمولا مقادیر کمی از مرکبات مانند پروپین و بیوتین هم که گازات غیر مشکوی از جمله خانواده الکین های نیست در گاز مایع وجود داره. گاز مایع بیشتر برای کاربردهای گرمایشی، گرم کردن خونه و به عنوان سوخت وسایل نقلیه استفاده میشه، مثلا در کپسولایی که در پشت تاکسی ها گذاشته میشه و بعضی از موتورهایی که دوگانه سوزن میتونن از گاز LPG استفاده کنن. همچنین به عنوان گاز سرد کننده در وسایل سرمازا همچون یخچال ها و فریزر ها استفاده میشه. خب LPG در پالایشگاه محصول فرعی تصفیه گاز طبیعی و پالایش نفت خام. منبع از این از کجای گاز LPG از
در پالایشگاه از محصولات فرعی تصفیه گاز طبیعی و پالایش نفت خام به دست میاد. در درجه حرارت 21 درجه سانتیگراد در فشار 8 فشار حد اکثر 8 کیلوگرم بر سانتی متر مربع به مایع تبدیل میشه. گازاتی که ذکر کردیم در ترکیب ازی هست. LPG یا گاز مایع نباید با LNG یعنی گاز طبیعی مایع شده اشتباه گرفته شه. چرا؟ LNG که است در واقع همون گاز طبیعیه که عمدتاً ترکیب از او میتان و ایتانه، در صورتی که LPG ما بالا گفتیم بیوتان و پروپان و همچنین بعضی وقتا پروپیل و بیوتین داره، پس ترکیب از این از هم دیگه فرق میکنه. خب پس LNG همون گاز طبیعیه که برای حمل و نقل راحت تر و مقرون به صرفه تر به صورت مایع در میه و CNG نیز گاز طبیعیه که فشرده شده تا حجم کمتر اشغال کنه. در این سلایت فقط ما شما میتونیم که گاز مایع مخفف از روز LPG گفته میشه، پترولیم گاز از گاز پروپین و بیوتین ساخته شده یا پروپان و بیوتان هم ترکیبات اصلی ازونه. در کجاهای استفاده میشه؟ بیشتر برای گرمایش استفاده میشه، در وسایل نقلیه و همچنین در وسایل سرمازون از استفاده میشن. محصول جانبی گاز طبیعی و در پالایشگاه همچنین از پالایش نفت خام هم به دست میاد. گاز طبیعی فشرده شده یا CNG که قبلا گفتیم Compressed Natural Gas، گاز طبیعی فشرده یا CNG سوختی است که عمدتا به عنوان جایگزینی برای پترول، دیزل و گاز مایع به کار میره. گاز طبیعی CNG نسبت به هر سه اینها آلودگی کمتر میکنه. هر سه اینها منظور پترول و دیزل و گاز مایعه. همچنین ایمنی بیشتر در هنگام نشت داره، وقتی که نشت میکنه قابل کنترل تره، چون از هوا سبکتره، پس وارد پراکنده میشه موجب فرار گاز میشه و صدماتی که امکان داره از نشت از وجود بیه کمتره. CNG با فشرده‌سازی گاز طبیعی به صورت خام ایجاد میشه، قسمی که حجمی که اشغال میکنه کمتر از 1% حجمیه که گاز طبیعی در شرایط عادی اشغال میکنه. مقدار زیاد گاز پس میتونه توسط فشرده‌سازی از اون بده حمل و نقل آسان‌تر اون فشرده‌سازی مون استفاده کنه. گاز طبیعی عمدتاً از میتان تشکیل شده، CH4 از جمله هیدروکربن‌های مشبوع اولین مرکب از اونها، و چاهای گازهای طبیعی، چاهای نفتی و فراوری زباله ها یعنی بیوگاز ها، مثلا در بعضی از مناطقی که در اطراف هست از بیوگاز استفاده می کنن. بیوگاز همون گازیه که از فضله حیوانات به دست میاد، بخاطر همینگم بیوگاز گاز طبیعی گفته میشه. بازم از مزایای استفاده از گاز طبیعی در مقایسه با بنزین یا پترول میتونن بالا آلایندگی کمتر، هوا رو کمتر آلوده میکنه، افزایش راندمان 15% قیمت مناسب از اون نام برد. در مقابل هزینه احداث ایستگاه سوختگیری، وجود محدودیت های فضا در نصب مخازن سوختگیری بر روی موتر، همچنین کاهش پیمایش خودروها و نیاز به طراحی و تقویت بخش های متعددی از خودرو مثل شاسی، اکسل، افزایش وزن اینا به سیستم ثبت کننده و غیره در موتورهای تبدیلی از مایع بجری حساب میشه. هرچند آلودگی کمتر داره از نظر اقتصادی بهتره، اما مثلا ما شما پمپ استیشن داریم برای گاز استیشن که سوختگیری موتورهای گازی استفاده میشه فضای بیشتر نیاز داره، بعضی از امکاناتی نیاز داره که درست کردن و دیدن از اونها کم خرج لازم داره، به خاطر از این میگن اینا از جمله مایع استفاده میشه. خب کثافت انرژی CNG 42% گاز طبیعی مایع شده و 25% گازوئیل یا دیزل است، یعنی CNG در حجم مساوی 1/4 گازوئیل انرژی تولید میکنن. خب تفاوت هایی که بین این دو گاز هست چیه؟ گاز LPG یا گاز مایع و گاز CNG گاز فشرده شده طبیعی چه فرقهایی دارن از هم؟ بخش عمده ترکیب کیمیایی CNG را گاز میتاب تشکیل میده.
گاز طبیعی تشکیل ترکیب از پیدازی میتانه. اما در گاز مایع LPG مخلوط از پروپان و بیوتانه و بعضی از ترکیبات دیگه هم مثل پروپین و بیوتینه داخل خود داره. CNG گاز فشرده شده طبیعی از متراکم کردن گاز طبیعی به دست میاد، در صورتی که LPG محصول تقطیر و فلایش نفت خام در فلایشگاهه. و همچنین سومین فرقی که بین از اینا وجود داره اینه که میتان میتونه تحت تاثیر فشار بالا نیز به حالت گاز باقی میمونه. هرچی ما فشار بدیم بازم به شکل گازه، مثلا 1600 PC اگه ما تحت فشار قرار بدیم بازم به حالت گازه. و همچنین ولی گازهایی که LPG یا مایعن در درجه حرارت و فشار اتاق حالت گاز رو به خود خود میگیرن، از حالت مایع به در میان، اما به یک تراکم متوسط میتونن آنها را مایع کرد. مقاومت فشار از اینا خیلی کم، مقاومت فشار از اینا زیادتره و اینا بیشتر وارد ایدئال خود را دارن. البته گاز طبیعی را میتونن در تاسیسات خاطی با پایین آوردن درجه حرارت تا 160 درجه دیگه تبدیل به مایع کرد که در آن صورت با آن LNG میگن. پس چند تا اصطلاح داریم: LPG، CNG و LNG. CNG و LNG با هم مترادفه. CNG فشرده شده گاز طبیعیه که ترکیب اصلی از گاز میتانه و اگر او تحت تاثیر شرایط خاص به شکل مایع در بیاره به نام LNG یاد میشه. خب بعضی از مترها که قبلا LPG یا گاز مایع استفاده میکنن حالا میتونن CNG استفاده کنن؟ گفته نه. چرا؟ چون این دو سوخت ماهیت متفاوت داره، ترکیبات اصلی از اونا فرق داره. وقتی ما خواسته باشیم از اونا متفاوت در موتورهای متفاوت استفاده کنیم نیاز به چی داریم؟ نیاز بعدی داریم تا همون تجهیزاتی که این دو موتور متفاوت داره از هم یه فرق عوض کنیم. به خاطر همی میگن که نمیشه سوخت موتورها با همون دستگاه ها یا ماشین های یکسان ادامه بدیم. درس ما به اینجا به اتمام برسه. خلاصه درس ذکر شده، خلاصه درس رو بخونیم. چند تا سوال هم در آخر ذکر شده، سوالات رو هم انشاءالله پاسخ بدیم. امیدوارم که ایام به کام شما باشه و روزهای خوبی داشته باشین. روز به همگی خوش، ایام به کام. خداحافظ همگی.